شما اینجا هم اشاره کردید برای جلوگیری از آنارشی بارها در گذشته صحبت از این کردید که تغییر نظام باید همراه با خشونت نباشه ولی خب میدونیم که هیچ نظامی با خواهش و تمنا قدرت رو رها نمیکنه که بره کنار شاید بخش نظامی این نظام حالا سپاه بسیج ارتش کمتر فکر میکنم اگر در شرایطی که نظام واقعا تحت فشار قرار بگیره و مردم به خیابون بیان در مقابل مردم قرار بگیره فکر نمی کنید اون موقع به نوعی واکنش خشونت آمیز از سوی مردم هم انجام خواهد گرفت خب نباید بذاریم کار به اینجا برسه ببینید در همین اشاره که کردید به این دو سال اخیر بسیاری هستند الان که به طرق مختلف دارن پیغام های خودشون رو حداقل به خود من میرسونن که از سپاه هستن از بسیج هستن البته از ارتش هستن و کاملا میدونن واس چیه و نمیخوان دیگه گیر کرده باشن در این نظام یه راه باز میخوان ببینن که از این نظام بتونن بکنن متا یک نیازمنده به یک تضمینی هستن که آجا ما امروز بیایم به مردم ملحق بشیم فردا در آینده کشور پس از نظام از جایی خواهیم داشت آیا مردم ما رو ترد خواهند کرد یا به ما امکان این وضع شدن رو خواهند داد یعنی در اصل یک نوع آشتی ملی رو بر میخواد اگه بخوایم پرهیز بکنیم از درگیری خشونت آمیز و کار میتونه به جنگ داخلی بکشه که اصلا هیچ وقت از طریق این برخوردها نتیجه نتیجه سالمی هرگز نبوده یه دیکتاتوری میره میاد جوش. و به همین لحاظ هستش که من همچنان باورمن هستم که نیازی به دست, دست برد به کار خشونت ها نداریم اگر مقدار زیادی از این نیروها به جامعه ملحق بشن و در از سپر بلای مردم بشن چنانچه رژیم بخواد به عنوان آخرین تیر ترکش سعی کنه مثل بشار اسد در سوریه خب سرکوب بکنه مردم رو البته من همیشه گفتم که مقاومت مدنی مردم و به از خشونت به این مفهومه این نیست که اگر بهشون حمله شد از خودشون حق دفاع نداشته باشن یعنی مسیحوار نیستش که اگر زدن تو گوششون بله بگن یعنی اگه مثلا شما بگین من از اسلحه استفاده میکنم در دفاع از جان خودم اون بحث دیگر است تا برم مرتکب قتل بشم و برم فلان کس رو مثلا ترور بکنم یا بکشم اون فرق معامله اینجاست و البته بعضی میگن که خب رژیم میاد یه عوامل خارجی رو میاره بر سرکوب ولی دقت بکنید که هر دفعه رژیم نزدیک شده به یک وضعیت نگرانی دست و پاش رو جمع کردن حتی در جنبش سبز اگه نگاه بکنیم تقریبا وضعیت داشت بحرانی میشد و اونطور که خیلی تعریف کردن او 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 علائمی میدیدن که حتی رأس نظام برنامه ریزی برای جابجا جا کردنشون بود در صورتی که خب مثلا تهران به کلی شلوغ به به هم بریز این روز ها هم همینطور همطور جاهای مختلف میگن که عیادی رژیم دارن کم کم بساتشون رو جمع میکنن و همه جور میبینن که دارن آماده میشن برای نوع خروج خب رژیم رو, رو, چی میخواد بایسته بالاخره یه جا زیرش از بمیره حرف من در اصل این هست باید این فرصت رو داد و دید که آیا این نیروها به سمت مردم میان یا نه من فکر میکنم خواهند آمد خیلی بیشتر از آنچه که مردم فکر میکنند ولی این محیطش رو باید فراهم کرد حال اگر همطور که شما گفتید واقعا وضعیت طوری بود که نمیشه این مردم رو بیدفاع گذاشت و رژیم خاص به قصد سرکوب بیاد خب البته اون موقع وضعیت فرق میکنه ولی هنوز به اون مرحله نرسیدیم من فکر نمی کنم که به شکلی زود رست بس گفته نه از همین حالا بس مردم مسلحانه شروع کنن شورش کردن و این حرفا نه برای اینکه در واقع میخوام بگم که خیلی سریعتر این نیروها به مردم میپیوندن اگه حس کنن که خودشون مورد غضب مردم نیستن و این علامتی است که مردم واسه به اونها دادن کما اینکه دادن بارها دیدیم که مردم هرگز به شکل انتقام جنایی ای برخورد نکردن با, با این عوامل و این علامت خوبی است حال هستید که چقدر بیشتر میتونیم به این شک مسئله رو پیش ببریم که اصلا نرسه کار به اون جای باریکی که شما اشاره کردید خب برای اینکه کار به جای باریک به قول شما نرسه در کشورهای دیشه تجربه نشون داده که اگر یک جنبشی به راه بیفته اگر از حمایت بین‌المللی هم برخوردار باشه نظامی که بحرانی شده برای اینکه راه فراری برای خودش باز بگذاره کمتر مراجعه میکنه به خشونت حالا رژیم بشار اسد یک استثناس برای اینکه خب از پشتیبانی ایران در ابتدا و بعد روسیه برخوردار بود